بسم الله الرحمن الرحیم. در زمینه بحث تزلزل خانواده مباحث رو خدمت دوستان عزیز عرض میکردم و امیدوارم که از مباحث قبلی دوستان استفاده کامل رو برده باشن. در این جلسه ادامه مباحث گذشته رو داریم و در مورد تزلزل خانواده مباحث دیگری رو عرض میکنیم. قبلا عرض کردیم که در باره تزلزل خانواده باید مواردی رو در نظر گرفت و فقط اینجور نیست که ما بعد از ازدواج رو در نظر بگیریم و برای تزلزل خانواده عواملی رو بشموریم. قبل از ازدواج و مرحله انجام ازدواج در این زمینه دخالت داره. در مرحله انجام ازدواج بحث سن ازدواج رو مطرح کردیم و نقش منفی بالا رفتن سن رو در تزلزل خانواده بیان کردیم. در این جلسه مطلب دیگری رو بیان میکنیم در زمینه مرحله انجام ازدواج که نقش داره در تزلزل خانواده و سبب میشود که خانواده‌ای که در آینده تشکیل میشه یه خانواده ناپایدار باشه و دچار مشکلات مختلف بشه. اون هم یک مرحله است که الان بیان میکنیم و اون مرحله انتخاب همسره. یعنی کسی نمیتواند بگه که من ازدواج میکنم و بحث انتخاب همسر در پایداری خانواده آینده من تأثیر نداره. و بسیاری افرادی که ما در حال حاضر میبینیم مشکل دارن، به نظر ما در این مرحله مشکل دارن که در زمینه بحث انتخاب همسر درستی صورت ندادن. حالا یا خیلی دقت کردن از او بر افتادن، یا نه با مسامحه رفتن و از این بر افتادن. حالا ما به صورت کلی بحث انتخاب همسر رو خدمت دوستان عزیز عرض میکنیم که چجور باید باشه. ببینید، انتخاب همسر باید بر اساس ملاک‌ها و معیارهایی باشه که این ملاک‌ها و معیارها به جوری تعریف بشه که هم جلوی ازدواج رو نگیره، هم اینقدر سخت گیرانه نباشه که جلوی ازدواج رو بگیره، و هم اینقدر راحت و سهل نباشه که هر کسی با هر کسی بتونه ازدواج بکنه. به عبارت دیگه، از افراط و تفریط در زمینه ملاک‌های انتخاب همسر باید دور بود. شاید کسی بگه که حالا اگر سخت گیرانه بود چه تأثیری داره در زمینه تزلزل خانواده؟ جوابش اینه که اگر کسی خیلی ملاک‌های سخت گیرانه‌ای در زمینه ازدواج داشته باشه، اولا ممکن است که ازدواج خودش به تأخیر بیفته و دیر ازدواج کنه، و کسی که دیر ازدواج کنه گفتیم که سن بالا خودش مشکل ساز خواهد بود. و ثانیاً اگر کسی خیلی سخت گیرانه بخواد برخورد بکنه و ریزبین بشه در زمینه بحث ازدواج، ممکن است که بعد از ازدواج این ریزبینی و سختگیری ادامه پیدا بکنه. و وقتی که این ریزبینی و سختگیری ادامه پیدا کرد، در تعامل با همسر بعد از ازدواج به مشکل میخوره. مثل یک کسی که خیلی تلاش کرده برای اینکه یه لباس خریده. البته بلا تشبیه، ما ازدواج رو به خریدن لباس تشبیه میکنیم، از این جهت هست که به هر حال هر دو در مرحله انتخاب خصوصیاتی رو در نظر میگیرن. میخواد وسیله رو تهیه بکنه، لباس رو تهیه بکنه، وقتی خیلی دقت میکنه برای اینکه اون خصوصیات مورد نظرش توی اون وسیله وجود داشته باشه، خیلی نسبت به اونم ممکن حساس بشه و وقتی که میاره از اون استفاده میکنه، یه جاش که یه ذره نقص داشته باشه به شدت ناراحت میشه و خلاف توقعش هست، حتی ممکنه که دلزده بشه از اون چیزی که تصور میکرده. خیلی بیشتر از اینها خصوصیات مثبت داره. بنابراین در امر انتخاب همسر انسان باید واقع بینانه برخورد بکنه و از افراط و تفریط پرهیز بکنه. حالا برخورد واقع بینانه در زمینه انتخاب همسر چیه؟ در زمینه انتخاب همسر برخورد واقع بینانه اینه که انسان در نظر بگیرد که چه مواردی در خانواده ها، در میلیون ها خانواده ای که در کشور هست، اینا مشکل سازه.
اونها رو به صورت ملاک تنظیم بکنه، اون موارد که مشکل ساز هست بگه حالا این موارد نباشد در زندگی، و همچنین در زمینه بحث انتخاب همسر ببیند چه مواردی زندگی ها رو بهتر میکنه، اونها رو بگوید چیه، اونها بگه اگه باشد بهتره. به عبارت دیگر ملاک هاشو به دو قسمت تقسیم کنه، ملاک های اصلی و ملاک های ترجیحی. ملاک های اصلی اونهاست که اگر نباشد یا اگر باشد اون زندگی قابل تحمل نیست و زوجین نمیتونن در کنار هم دیگه زندگی کنن و با هم سلوک خوبی داشته باشن، که اون میشه ملاک های اصلی. مثل اینکه اگر یک کسی به خودش فکر کند میبینه با یه آدمی که معتاد سیگاریه یا با یه آدمی که اهل ارتباط نامشروعه یا اهل شرابخوری است یا اهل رفیق بازی شدیده نمیتونه زندگی بکنه، اینها میشه ملاک های اصلی که هر کس باید در خودش اینها رو ببیند و بیابد و در نظر بگیره و برای خودش سه ملاک های اصلی داشته باشه، یعنی خطوط قرمزی رو داشته باشه که اون خطوط قرمز رو در نظر بگیره و بر اساس اون خطوط قرمز حرکت بکنه، و باید مواظب باشد که این ملاک ها رو به عنوان ملاک اصلی جای ملاک ترجیحی نشونه، ملاک های ترجیحی هم جای ملاک های اصلی نشونه. ملاک ترجیحی کدوم هاست؟ ملاک های ترجیحی اوناست که عرض کردیم که اگر باشد بهتره و اگر باشه زندگی رو به سمت زندگی ایدئال میبره، اما اگر هم نباشد زندگی لطمه اساسی نمیخوره. مثل اینکه حالا قد یه نفر با اون یکی بیشتر از مثلا 200 سانتی فاصله داره، یا اینکه این طرف مقابل یه خورده بد اخلاقه، یا طرف مقابل یه کمی مثلا از جهت زیبایی اونجوری که من میخوام نیست، یا اینکه طرف مقابل اختلاف سنی زیادی با من داره یا نداره، مثلا یک کسی پسر با دختری که مثلا 10 سال از خودش کوچیکتره، یا مثلا دختر با پسری که همسن خودشه یا 1 سال بزرگتره، این تفاوت ها، یا مثلا فرض کنید که اگر دختر فوق لیسانس باشه پسر لیسانس، یعنی دختر و پسر از جهت مدرک تحصیلی دختر بالاتر باشه، توی همچین مواردی ما اینا رو اسمش رو میذاریم ملاک های ترجیحی، که متاسفانه در حال حاضر یه سری این موارد ملاک های اصلی شده. یعنی کار خرابیه وقتایی هست که آدم ملاک های اصلی رو ترجیحی رو جا اصلی میشونه. الان بعضی از موارد که زندگی ها به هم میخوره اینه که وقتی خواستگار میاد خانواده دختر میگه که این پولش خوبه، وضعش خوبه، ماشین داره، هر چی میگه به دخترشون میگن، هر چی میگه قبول کن، یا دخترم میبینه که این وضعیت شخصیتش و ظاهرش و اینا خوبه، دیگه دقت به اخلاقش، رفتارش، اعتقاداتش، علایق و سلایقش، رفتارش نمیکنن، و وقتی دقت نمیکنن نتیجه این میشه که میرن توی زندگی به مشکل میخورن. اینجا اشکال کار کجاست؟ اینجا اشکال در این است که ملاک های ترجیحی جا اصلی نشسته، یعنی ملاک های ترجیحی بیشتر از اصلی مورد نظر قرار گرفته و این کار رو خراب میکنه. یا اگه یه دختر خانمی عنایت شدید داره که حتما طرف مقابلش اگه خودش مثلا لیسانسه طرف مقابل فوق لیسانس یا دکتر باشه مثلا، اما توجه نداره که یه کسی که دکتر هست و میاد آیا این شرایط دیگرش اینقدر وقتی که طرف میاد شوق میگیردش و ذوق میگیردش که چی میشه، توجه به ملاکای اصلی دیگه طرف نمیکنه و در نتیجه زندگیش به مشکل میخوره. چرا؟ به خاطر اینکه دوستان باید توجه کنن که انسان نباید ظاهر بین باشه در امر انتخاب همسر. موارد اصلی رو به اندازه خودش اهمیت بده، موارد ترجیحی رو به اندازه خودش اهمیت بده. چرا من بعضی وقتا میبینم دوستان نامه مینویسن میگه برای من تحصیل خیلی مهمه، من با کسی که از خودم بالاتر هست، از خودم پایین تره، مثلا دختر خانم میگه من با کسی که از خودم پایین تره اصلا نمیتونم ازدواج بکنم و زندگی کنم. ما در جواب این دوستان میگیم دوست عزیز، ملاکهای ازدواج، ملاکهای انتخاب همسر یه مندرآوردی نیست که هر کسی برای خودش بگه سلیقه من اینجوره. ملاکهای
انتخاب همسر اون مواردی است که در چند بیست و چند میلیون خانواده اگر باشد ملاک های اصلی پایداره و اگر نباشد اون خانواده ها لطمه میخوره. ملاک های ترجیحی اونهاست که اگر باشد زندگی بهتر میشه، اگر نباشد زندگی خراب نمیشه. یعنی ما در خانواده هایی که الان هستند میبینیم تفاوت سن، خیلی ها رو ما بینیم حتی خانم بزرگتر از آقاست اما سالها زندگی میکنن. اما اگر خانم و آقا اخلاقشون، افکارشون، عقایدشون، رفتارهاشون با هم فاصله زیادی داشته باشه، تناسب تو این زمینه نداشته باشن، به مشکل میخورن. میگه ما همو درک نمیکنیم، میگه رفتارهاش منو آزار میده، میگه اخلاقش برام غیر قابل تحمله، میگه سلایق و علایقمون به هم نمیخوره. اینجا مشکل ساز میشه. دوستان عزیز، انسان با ظاهر طرفش زندگی نمی کند، انسان با تحصیل طرفش زندگی نمی کند، انسان با سن طرفش زندگی نمی کند، انسان با اخلاق طرفش زندگی میکنه، انسان با عقاید طرفش زندگی میکنه، انسان با رفتارهای طرفش زندگی میکنه. یعنی یه عمر زندگی درگیری، اختلاط، برخورد و همراهی اخلاق، افکار، عقاید و صفات و علایق و سلایقه. بنابراین در زمین تزلزل خانواده، اونجاهایی که به تناسبهای فکری، اعتقادی، اخلاقی، رفتاری دقت نشود، اونجاهایی که افراد موارد دیگر رو بیارن و اینها رو فدای اونها کنند، زندگی ها به مشکل میخوره. یعنی اگر یک صفت طرف، دو صفت طرف باعث بشود چشم فرد رو بگیره، حالا یا به علت اینکه خانواده دختر احساس میکنن دوماد همین که پولدار بود بسه، یا دختر احساس کنه همینقدر که طرف مقابلش تحصیلات عالیه داشت بسه، یا اینکه نه، اینکه مطلبی که الان میخوام بگم و خیلی شایعه، دختر و پسر برن قبل از ازدواج عاشق هم دیگه بشن و عشق پیش از ازدواج پیدا بکنن و فکر کنن که کامل مناسب همن، بعد برن وارد زندگی بشن، اون وقت بعد از یه مدت تازه چشمشون باز شه، تفاوت‌های فکری، اعتقادی، اخلاقی، رفتاری رو ببینن، این زندگی براشون قابل تحمل نیست. بنابراین انسان باید در ازدواج درست معشیه کند، بر اساس ملاک‌های اصلی و ترجیحی و تفکیک اینها و انتخاب همسر بر اساس اینها حرکت کنه و ملاک‌های ترجیحی رو جا اصلی ننشاند و به خاطر انگیزه‌های دیگر مثل پول طرف، مثل تحصیلات بالای او، یا به خاطر عشق و علاقه با کسی ازدواج نکند و در نتیجه بعدن این موارد برای او عمده میشه و زندگیش به مشکل میخوره. اگر کسی لذا اگر کسی خواست ازدواج کنه، در طرف مقابلش ملاک اصلی رو در نظر بگیره. اولا از راه عشق سراغ ازدواج نره، به خاطر دلسوزی نره، به خاطر نقاط ترجیحی نره، به خاطر اون چیزهایی که در زندگی آینده واقعا اثر داره بره. من بازم یه مثال بزنم. مثل این میمونه که کسی بخواد لباسی بخره، به جای این که به جنس او، به کارکرد او برای خودش، اندازه بودنش و فایده داشتنش توجه بکنه، به رنگش، به مدلش و به اون قیافش توجه بکنه. در نظر نگیره که آیا این لباس، این کفش آیا برای او کارای لازمو داره یا نه، برای او فایده داره یا نه. اگه اینا در نظر نگیره، نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اول ذوق زده میشه وقتی لباسو میخره، اما بعد از یه مدت ذوق مرگ میشه. چرا؟ چون میبینه اندازش نیست، میبینه دستش میزنه پاره میشه، میبینه به درد اونجایی که میخواد بپوشه نمیخوره و تازه میفهمه که ظاهر اون لباس کورش کرده بود. ازدواج هم همینطوره. پس در ازدواج خلاصه کلام این شد
که در مرحله انتخاب همسر فرد باید واقع بینانه حرکت بکند و ملاک‌های اصلی رو در طرف مقابل در نظر بگیره و بدون انگیزه های دیگر، انگیزه های خراب کننده و مخرب حرکت بکنه. اگر فردی انتخاب همسر مناسبی داشته باشه، خود این انتخاب همسر مناسب زمینه پایداری خانواده او رو فراهم خواهد کرد، که چجوری زمینه فراهم میکنه انشالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.